اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو برد پزشکیست منحصر به فرد در تشخیص و درمان. ادوانس آی سرجری کلینیک 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از ادوانس آی سرجری کلینیک، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. ادوانس آی سرجری کلینیک مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در ادوانس آی سرجری کلینیک هستیم. درود بسیار شما بینندگان عزیز ارجمند برنامه شیفته های جان چشم پزشکی. امیدواران است که تندرست و سرحال باشید و فرصت داشته باشید تا با هم سیری در کهکشان علم اندیشه داشته باشید. فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. برنامه شیفته های جان چشم پزشکی هر هفته روزهای شنبه ساعت 12 تا 1 بعد از نیمروز به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم می‌گردم و من دکتر رضاپور جراح و متخصص بیماری‌های چشم در این برنامه درباره بیماری‌ها و جراحی چشم با شما سخن می‌گویم. بازپخش برنامه فردا شب ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس از همین شبکه خواهد بود که برابر است با 8:30 صبح روز شنبه در ایران. خب طبق روال همیشگی برنامه صحبتی خواهیم داشت درباره یکی از معضلات چشم پزشکی و بعد در قسمت دوم برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ خواهم گفت. البته در هر مقطعی از برنامه که شما سوال دارید سوالتون رو مطرح بفرمایید، من آماده پاسخگویی هستم. منتها وقت تنگ است، سعی کنید که در همون اوایل برنامه سوالتون رو مطرح کنید. امروز متاسفانه برنامه پرسش و پاسخ رادیو نداریم، ولی هفته آینده خواهیم داشت. بنابراین اگر سوالی دارید در همین برنامه سوالات رو مطرح بفرمایید که وقت تنگ است و روز کوتاه. خب شما فکر میکنید که در سال چند نفر دچار کدرک میشن؟ حدس بزنید. اگر بهتون میگم که در سال 100 میلیون نفر در سراسر کره خاکی دچار کدرک میشوند، اقراق نگفتم. این آماری است که مایت ساینای، بیمارستان مایت ساینای، مانت ساینای وابسته به دانشگاه هاروارد اعلام کرده است. خب طبق گزارش یا به اصطلاح سازمان بهداشت جهانی، هنوز کدرک اولین و شایع‌ترین عامل کوری در جهان هستش. فکر نکنید در شما در اطرافتون در امریکا یا در کشورهای اروپا و در کشورهای پیشرفته خب همه دسترسی دارن و به موقع کدرکشون عمل میشه و بیناییشون برمیگرد، اما در بسیار از نقاط جهان واقعا این امکانات وجود ندارن و مردم دسترسی ندارن به چشم پزشک برای عمل چشمشون که از گرفتاری کدرک رهایی یابن و در نتیجه دچار نابینایی میشن. خب به همین دلیل هستش که سازمان بهداشت جهانی که آماراش بسیار دقیق هستش میگوید که شایع ترین عامل و علت کوری در جهان هنوز هم کدرک هستش. خب یه روزی ممکنه آبله و آبل مرغان و تراخم عامل کوری بود در جهان، ولی امروز کدرک عامل کوری است متاسفانه. حتی در همین امریکای خودمون، در هم بین جامعه ایرانی خودمون دارم میگم، خیلی دیر نریم،
خیلی دور نمیده باشه، خیلی جای دور نمیده. برای اینکه میبینم افرادی بیمه مدیکر تو دستشون خیلی راحت بر پزشکی میتوانن مراجعه کنن، ولی به موقع کاتاراکتشون رو عمل نمیکنن و خودشون رو توی دردسر میندازن. همون 4 هفته قبل آقایی که سالها مریض من بود و بارها به ایزه کرده بودم که فلان شما کاتاراکتت خیلی زیاده، بایستی عمل بشه، اما چون آدمی بود که احتمالا میترسید از عمل زیر بار نمیرم. تا اینکه حدود 4 هفته قبل یک روز به من زنگ زد، آی دکتر من امروز صبح پا شدم و چشم راستم ابدا نمیبینم، هیچ نمیبینم. بلافاصله مریض امرجنسی دیدم، بعد دیدم که اینتومسنت لنز پیدا کرده. اینتومسنت لنز چیه؟ وقتی که کاتاراک مدتی میماند و میماند و میماند و میماند و شما عملش نمیکنید، یک شب ناگهان این کاتاراک باد میکنه، متورم میشه و گاهی اوقات منفجر میشه. وقتی منفجر شد دیگه دیر، دیگه تبدیل میشه به آب سیاه و عوارض بعدی رو نابینی. پس بنابراین قبل از اینکه به اون مرحله برسد باید کاتاراک عمل بشه. و این آقا رو خوشبختانه البته امرجنسی من بردم عملشون کردم، هنوز به حساب برس نشده بود، هنوز پاره نشده بود، لنز عمل شد، دیده خیلی خوب پیدا کرد. بلا فاصله روز بعد از عمل گفت کی میشه که چشم چپ هم عمل کنه، با اینکه دیده نسبتا خوبی داشت. اونم هفته بعد عمل کردیم و دو چشم عمل شد و راحت شد. درسته که این آدم نجات پیدا کرد، ولی همیشه اینطور نیست. داشتم بیمارانی که کاتاراکتشون اینتومسنت شده است، برست شده است، پاره شده است و خیلی مکافات ایجاد شده است و دیگه اون موقع خیلی. پس بنابراین اینو آویزه گوشتون کنید، کاتاراکتتون به موقع عمل بشود و این روزا هم که به هر حال کاتاراکت عمل راحت عمل میشود و معمولا عارضه ای ندارد و به اصطلاح نجات پیدا میکن. به خصوص که این روزا خب حالا عمل جراحی کاتاراک با لیزر هست، با پیکو هست و این مسائلی هم هست. حالا چرا این لغت رسیدن رو دیگه به کار نبرید؟ اصلا دیگه این لغت از قاموس ادبیات چشم پزشکی برافتاده است. چرا یه زمانی 50 سال پیش میگفتیم کاتاراک برسه، اونقدر برسه تا مریضی چی نبینه اون موقع عمل کنه؟ یعنی که اون زمان 180 درجه چشم باز میکردن، با نوک کرایه روی لنز میذاشتن، لنز باید آبکی میشد تا میچسبید به کرایه که یخ بزنه و درش بیاره. اون شیوه عمل دیگه مردود شده، منسوخ شده. شیوه عمل امروز اینه که با یه سوراخ کوچیک میریم در داخل چشم، با نوک کرایه، با نوک فیکو یا با نوک لیزر، و بنابراین بایستی کاتاراک نارس باشد عمل خوب بشود. اگر خیلی رسیده باشه میفته توی ویتره و مثل زردالوی رسیده که با یه باد چاغالش زردالو شما به زحمت از درخت میکنی، ولی وقتی که زردالو شد و زردالو کاملا رسید با یه باد کوچیک میفته پایین. چرا؟ بلکه لق شده، شل شده. نباید بگذاریم کاتاراک به اون مرحله برسه. وقتی به اون مرحله برسه موقع عمل، به محض اینکه نوک به اصطلاح فیکو یا نوک لیزر میرسه به لنز، لنز شله میفته توی ویتره و اون موقع مکافات باید سفت، نسبتا سفت در جاش باشه که ما با این به اصطلاح نوک تیز فیکو بریم در داخل لنز و بتراشیمش، کلینش کنیم و بعد لنز جدید رو بذاریم داخل لنز. به این دلیل هست که میگویم دیگر معنی رسیدن نیست. ما به محض اینکه دید مریض به 20-40 برسه میگیم باید عمل بشه، یه منتظر نمیمونیم مثل قدیم که از این فاصله چه انگشتتو ندیدی بیا. اون داستان دیگری بود که تمام شد، به تاریخ پیوست و گذشته است و دیگر اصلا اون وسائل و اون جرایع نیست. و این کسی بخواد اونطوری عمل بکنه این روزا باید زندان بره و چشم بدوشه. پس بنابراین این نکات رو اگر دقت کنید، در حرفای من خوب گوش کنید، دقت کنید وقتی مراجعه میکنه به چشم پزشکتون، ترجیح میشه که ایشون چه میگوید و
شما چه میشنوید؟ یه داستان جدید، داستان جالبی رو براتون تعریف کنم. مدتی بود ما فنیلفرین، اول اینطوری بگم، هر کس میاد توی مطب ما تقریبا 3 تا 4 تا قطره میریزیم توی چشمش که چشمش باز بشه، دایلیت بشه و ما بتوانیم تایید چشم رو ببینیم. بعد از مرزه اعتراض را آمده که چند تا قطره میریزیم. خیلی جالبه. چند وقت پیش فنیلفرین، این قطره یکیش تو تروپیکال، اول قطره بی حسی رو میریزیم که پروپیکین هستش که میریزیم که ازر بی حس بشه، بعد پروپیکین میریزیم، بعد از پروپیکین به اصطلاح فنیلفرین میریزیم و بعد قطره به اصطلاح قطره میریزیم که رنگ زرد و باعث میشه که مثل بتوانیم فشار چش رو بگیریم. و این قطره رو وقتی که ما میریزیم 4 تا قطره بعض از مرزه اعتراض داره. قطره فنیلفرین ما قطره تروپیکاماید داشتم، چون دوم قطره که میریزیم تروپیکاماید بعد فنیلفرین، بعد این قطره فنیلفرین ما تمام شده. من به یکی از کارکنان مطب گفتم که بروید و از 2 تا آفیس چشم پزشکی دیگر که در همسایگی ماست بهشون بگید میشه به ما قطره فنیلفرین قرض بدهید تا این قطره ما برسه بهتون. پس در هر 2 آفیس که رفتن قطره فنیلفرین، گفتم اصلا ما فنیلفرین مصرف نمی کنیم، ما فقط تروپیکاماید مصرف میکنیم و پروپیکه. و بعد من چند روزی مجبور شدم با همون قطره تروپیکاماید مریض رو دایلیت کنم تا قطره فنیلفرین برسه. و بعد دیدم که چه بدبختی داره، وقتی شما فقط تروپیکاماید میریزید فقط میتونید 30 درجه تهچش رو بدید، نمیتوانید تا پریفری شبکه ببینید، حتما باید فنیلفرین بریزید. و حالا میفهمم که چرا خیلی وقتا هستش که بعضی ها بعضی از پاتولوژی های پشت چشم رو میس میکنن، برای اینکه نمیبیننش، برای اینکه باید حتما فنیلفرین ریخته بشه همراه تروپیکاماید تا خوب مردمک دایلیت بشه، کامل دایلیت بشه بتوانید تهیه چشم. این داستان رو گفتم برای اون بیمارانی که میان توی مطب و میگن چرا 4 تا قطره میریزی جای دیگه 2 تا یا 3 تا میریزی. تفاوت این، من وقتی این تجربه کردم متوجه شدم که پس ما چه کار درستی میکردیم سالها فنیلفرین هم میریختیم که کامل باز بشه مردمک و تهی چش رو بتونیم به راحتی کنارهای چش رو ببینیم. شما وقتی فنیلفرین نمیریزی فقط 30 درجه رو میریزی. تجربه‌ای که در هفته گذشت تا بالاخره فنیلفرین ما به دستمون رسید و راحت شدیم. مریضی رو عمل کردم 4-5 سال پیش، رفته به امید خدا. بعد از 5 سال اومده، میگم چرا دیر اومده؟ میگه خب خوب بودم، مشکل نداشتم، الان یکم این مشکل پیدا کرد. نگاه میکنم میبینم که گلاکومای پیشرفته پیدا کرده. اون موقع کدرکتش عمل شده بود، خوب بود، راحت رفت. بعد از 5 سال که اومده گلاکومای پیشرفته در یک چشم، گلاکومای به اصطلاح مایل در چشم دیگر. خب اگر این بیمار زودتر می اومد که گلاکوماش به این پیش به اینقدر پیشرفت نمی کرد، اینقدر پیشرفت نمی کرد. خب درستی که راحتید، خوبید، ولی باید سال یک بار مراجعه کنید، چک بشوید که متوجه بشم یه مشکل دیگری پیدا نشد. چون فقط اتومبیلتون رو باید حداقل 6 ماه یک بار ببرید سرویس کنید. ما چشمتون رو، بدنتون رو نمیبرید سرویس کنید، نه تنها چشم، خودتون هم باید با پرایمری کرتون حداقل سالی یک دفعه. اگر دیابت دارید که خیلی بیشتر، ولی اگر دیابت ندارید، سالمید، چی ندارید، سالم سالی یک دفعه لازمه که حتما پرایمری کرتون رو ببینید و بر حسب نیاز بهتون میگه حالا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه مراجعه بکن. ما اصلا نداریم در قاموس چشم پزشکی که برو 2 سال 3 سال دیگه بیا.
حتما باید سالی یک دفعه همه اندام ها چک بشود، همه اندام ها سرویس بشود. خب این هم مانه. داشتم افتمالجی ریویو رو میخوندم، یکی از مقالاتش در دانشگاه هاروارد دارن. ببینید یه بحثی الان پیش آمده است در جامعه چشم پزشکی بخصوص در امریکا که آقا ما کدرات رو اولا دو تا چشم رو با هم عمل کنیم، چون میدونید در امریکا اجازه نداریم دو تا چشم رو با هم عمل کنیم، بحثی یکی کم. الان بحثی است بین خیلی از چشم پزشکا که نه اشکال نداره ما میتوانیم دو چشم رو در یک جلسه عمل کنیم، اما به اصطلاح مسئولین در امریکا، مسئولین بهداشت در امریکا میگن نه، شما یه چشم رو عمل کنید خوب بشود، مشکلی پیش نیاد، چون ممکن شما وقتی دارید عمل کنید چشم آلوده بشود، اون وقت اون یک چشم هم آلوده میشود، چشم مریض آلوده است، اندوفتالمایتیسم میکنه، نابینا میشه. جدا جدا عمل. حالا یه دی اومدن این کار کردن و البته نگفته نماند که در بسیار از کشورهای جهان، در تمام کشورهای جهان سوم و در بسیار از کشورهای اروپایی دو چشم رو اجازه دارن با هم عمل کنن، فقط و فقط در امریکاست که اجازه ندارن دو تا چشم رو هم عمل کنن، که اینم به نظر من درسته. حالا یه دی الان بحث اینه که نه اجازه بدید دو چشم با هم عمل بشن، مریض از کار نمیفته، ما به وسایلی که مصرف میکنیم خب خیلی وسیله برای هر چشم مصرف میشه، همون گاون برای دو چشم مصرف میشه، همون به اصطلاح وسیله مصرف میشه و صرف جویی هم میشه و از نظر محیط زیست هم مهم، چون به هر حال تمام این ویستی که ما میکنیم میره توی محیط زیست، محیط زیست رو خراب میکنه. بس بر سر این هست. یک و دوم این که بیاییم وسائلی رو تعبیه کنیم که حجم کمتری داشته باشن، هزینه کمتری داشته باشن، هزینه عمل جراحی برای حداقل اینشونس توی مملکت کم بشن و باجتی برای هزینه های دیگر مریضا بماند. برای اینکه فرض کنید الان اصلا شما نمیدونید دستگاه لیزر رو دیدید، یه دستگاه قول پیکره، دستگاه فیکو رو دیدید، دستگاه خیلی بزرگی. خب این دستگاه هم جا میگیرن، هم هزینه دارن، هم تعمیرات دارن، هم نگهداری دارن. حالا دو تا وسیله اختراع کرده در به اصطلاح در دو مرکز هم، یکی جانز هاپکینز و یکی هم هاروارد، که این دو تا مرکز دارن این دو تا وسیله کار میکنه. یکی مای یا میلوپ هستش یا مایلوپه که یه وسیله است که به جای اینکه از دستگاه فیکو یا لیزر استفاده کنیم برای خورد کردن لیزر در داخل چشم، از این دستگاه مثل یک نوار باریکیس میره دور لنز میپیچه، لنز رو خورد میکنه. و یکی دیگه به اصطلاح مایکور هستش. اون با مایکور دستگاهی که با یک با دستگاه آلتراساوند کار میکنه، خیلی خیلی با ضربات خیلی کوچیکی اون خورده های لنز رو از داخل چشم خارج میکنه. دارن رو این دوتا دستگاه کار میکنن. چرا؟ که در آینده عمل جراحی در مطب انجام بشه، نیازی نباشه مریض بیاد بیمارستان یا سرجری سنتر، کلی وقت، کلی پرسنل، کلی مسائل هزینه بشه، بیاد توی مطب، یه اتاق عمل کوچکی در مطب، همونجا با این دوتا دستگاه عمل کدرک انجام بشه. خب اگر این کار رو انجام بشه و یک اقدام بسیار بزرگ، یک قدم بسیار بزرگ، انقلاب بسیار بزرگ در زمینه چشم پزشکی صورت خواهد گرفت. البته هنوز این دستگاهی که میگم نیامده به بازار، هنوز FDA اپرووش نکرده، چون در امریکا هیچ چیزی بدون اجازه FDA نمیتواند اینجا استفاده میشه. وقتی FDA اپرووش کرد اون وقت هستش که احتمالاً یک فصل جدیدی در عمل جراحی کدرک آغاز خواهد شد. خب همطور که عرض کردم دوستان عزیز، امروز برنامه پرسش پاسخ رادیو نداریم. اگر سوالاتی داری سوالاتتون رو در همین جا مطرح بفرمایید در این برنامه، وقت زیاد دیگری هم نداریم تا در این وقت کوتاه من سوالات شما رو پاسخ میدم. خب
اما چند تا تحقیق جدید شده است که بعد نیست با شما شیر کنم این تحقیقات رو. محققین دانمارکی اومدن که مشخص میکنن، یعنی تحقیق انجام دادن و میگوین که GLP-1RA یا همون گلوکاگون لایک پپتاید 1 ریسپتور اگونیست که روزا خیلی خیلی مثل مانجارو، مثل اوزمپیک اینا دارین مصرف میکنید، بیماران دیابتی خیلی دارن این دارو رو مصرف میکنن، هم برای چاقی مصرف میشود هم برای دیابت. البته بیشتر اینا ساخته شد اول برای دیابت، برای بیماری دیابت، ولی بعد چون دیدن که خیلی لاغر میکنه حالا آدمای چاق هم رفتن و اینا رو دارن مصرف میکنن. خیلی جالبه این محققین دانمارکی میگوین که این داروها یک اثر حفاظتی روی بیماری گلاکوما داره. یعنی چی؟ یعنی کسانی که اوزمپیک، مانجارو اینا و یعنی اینا رو کلا بهشون میگیم GLP-1. اگر من لغت GLP-1 رو به کار بردم شما بدانید که مقصودم همین اوزمپیک و مانجارو است، چیزی غیر از این نیست. این GLP-1 ها میگوید که اثر ضد گلاکوما دارن، یعنی میتوانن گلاکوما رو جلوگیری کنن، از بروز گلاکوما جلوگیری کنن و حتی اگر کسانی گلاکوما دارن تخفیف در بیماری گلاکوما ایجاد بکنن و یک مانعی در پیشرفت بیماری گلاکوما باشن. اینها در یک تحقیق من در حدود 9000 بیمار رو انتخاب کردن که دیابتی بودن. از بین این 9000 بیمار یه چیزی حدود 1730 نفر داشتن GLP-1 مصرف میکردن. یعنی چی؟ یعنی مانجارو یا اوزمپیک مصرف میکردن. همونطور که عرض کردم این تحقیق در دینیش انجام شده، در دنمارک انجام شده. این بیماران دیابتی روی متفورمین بودن تقریبا همشون و یک بعضی هاشون دو تا داروی دیگه، بعضی یکی داروی دیگه استفاده میکنن میکردن، به علاوه این که GLP-1 یا همون مونجارو یا اوزمپیک رو هم مصرف میکردن. بعد اومدن اینا رو مقایسه کردن، اینا رو دو گروه کردن در بین این 8000 دیابتی، اونایی که GLP-1 مصرف میکردن اونایی که GLP-1 مصرف نمیکردن، و بعد دیدن اونایی که GLP-1 مصرف میکردن بعد از یک سال 20% و بعد از دو سال 35% درصد ایجاد گلاکوما در کسانی که مونجارو و GLP-1 اصولا مصرف میکردن و اوزمپیک، اینها درصد ابتلا به گلاکوماشون کمتر شد، در حالی که در گروه مقابل که مصرف نمیکردن 30% بیشتر از اینها دچار گلاکوما شدن. به همین دلیل این خبر خوشی است برای کسانی که دارن اوزمپیک و مونجارو کلا GLP-1 ها رو مصرف میکنن، اینکه درصد گرفتاری به گلاکوماشون کم خواهد شد. خب حالا اجازه بفرمایید که با دوستان صحبت بکنیم. دکتر رضاپور هستم از شگفتی های جهان چشم پزشکی. بفرمایید. الو اجازه بدین جانم بفرمایید. خب میتونم صحبت کنم؟ بله جانم بفرمید. بله جانم بفرمید. من دکتر رضاپور هستم. بفرمید. آقای دکتر، مادر من مشکل خشکی چشم داره. پیش یه قطعی بهش دکترش داده، نمیدونم اسم چی که XIIDRA اسم این قطعه است. حالا دو شب که چشم شخصو میگه چشم مثل این مونه که شن رختن درش. سوالتون چیه؟ سوالم اینه که این قطعه ممکنه آرده این قطعه باشه که چشمش این حالت وجود میاد براش؟ گفتید زایدرا استفاده میکنن؟ نمیدونم زایدرا. آره زایدرا. بله ببینید، اصولا خشکی چشم اولین علامتش همینه که مریض میگه شن تو چشممه، خاک تو چشممه، احساس جسم خارجی میکنم، میسوزه، میخاره، قرمز میشه، آبریزش داره، دیدم تاره،
دیدن کم میشه، دیدن زیاد میشه، دیدن تغییر میکنه. این همه علائم خشکی چشم. زایرا یکی از بیماری بسیار یکی از داروهای بسیار بسیار خوبی است که برای خشکی باید استفاده بشه. منتها حداقل باید 4 هفته استفاده بشود تا اثرش رو ببینید. پس قطعش نکنن زایرا. منتها همراه زایرا باید یک لوبریکانت استفاده بکنن. یعنی چی؟ یعنی ریتین، سیستم، انواع قطرهایی که هست، ریفرش، اینا رو استفاده بکنن که اون لوپیکیشن رو انجام بده تا این اثر خودش رو نشون بده. بنابراین نه، این عارضه این دارو نیست و داروی بسیار خوبی است، استفاده بکن. البته خشکی چشم همین که من بارها گفتم بیماری بسیار بدی است. بیماری است که خیلی خانم ها رو گرفتار میکنه و درمانش مشکله. درمانش 4، ما اینا رو به 4 فیز تقسیم میکنیم. مثلا فیز 1 یا درجه 1، درجه 2، درجه 3، درجه 4 و بر حسب درجه و شدت بیماری درمان های متفاوتی داره. به همین دلیل و گاهی اوقات در کسانی که فیز 4 هستن نیاز هست نوعی عمل جراحی رو چشمشون انجام بشه برای اینکه خشکیشون برطرف بشه، یا اینکه علت اینکه خشکی چی هست برطرف بشه. آیا دارویی مصرف میکنن؟ آیا عملی رو چشمشون شده که خشکی ایجاد شده؟ اینا همه موضوعات مهمی است که در یک خشکی چشم باید مورد توجه قرار بگیره. ولی زایرا قطره خوبی است، استفاده کنن، قطعش نکنن. خیلی ممنون آقای دکتر. مرسی. دکتر رضا پور از شیفتای جرم چشم پزشکی، بفرمایید. الو. سلام آقای دکتر. سلام عزیزم. خسته نباشه قربان، از ایران مزاحم شدن. خواهش میکنم. آقای دکتر من گلاکام دارم، من فشار چشم داشتم، چشمم درد میکرد، بعد تلویزیون اینا نگاه میکردم خسته میشد، بعد خوش میشد چشم. رفتم دکتر به من گفت فشار داریم. گفتم مگه فشارم چشمم فشار؟ گفته آره عزیزم چشم فشار داره، ولی به من نگفت گلاکام دارم. من نگران شدم واقعیتش. رفتم یه دکتر متخصص، بعد ایشون به من گفتن گلوکوم داری، باید رعایت کنی، به عکس رنگی اینا فرستادن. به هر حال فشار من شده بود 20. منم فکر میکردم اگه از 20 کمتر باشه شاید خوب بشم. گفت نه این زیاد جواب نمیده، ولی به هر حال گلوکوم داری، باید 3 ماه بعد 6 ماه بعد همینجوری بیای تا ما کنترل کنیم. من واقعاً نگران بودم، خواستم برم. من شهرستان هستم، خواستم برم تهران. گفتم اون مرکز به اصطلاح گلوکوم اینا که نگاه میکنن، ولی شما رو مشاهده کردم، خیلی خوشحال شدم از اینکه جناب علی داره صحبت میکنه، راهنمایی میفرمایید. خواستم من راهنمایی بفرمایید من چیکار کنم، نگران نشم. ببینم گلوکوما بیماری مهمی است. گلوکوما بیماری است که عرض کردم بارها و بارها میتواند کوری یا نابینایی مطلق ایجاد بکنه. مطلق وقتی میگم یعنی اینکه شب تاریک. بنابراین بایستی خیلی جدی بهش بپردازیم. اگر من به محض اینکه تشخیص گلاکوما در مریضم میدم بلافاصله لیزرشون میکنم. فعلا بهترین درمان در روی کره زمین برای گلاکوما لیزر هست. بهش میگویم SLT Selective Laser Trabeculoplasty. با SLT ما میتوانیم گلاکوما رو کنترل دقیق بکنیم، تا حدی درمان بکنیم و از پیشرفت بیماری و عوارض بیماری جلوگیری کنم. خب پس من توصیه‌ام اینه که اولین کاری که دکتر شما میکنه بهش بگید چشم من رو لیزر کنید. لیزر که بکنن فشار چشمیات پایین، در 24 ساعت ثابت میماند و به اصطلاح پیشرفت نمیکنه بیماری. حالا اگر اومدیم و لیزر نبود یا اون دکتر نداشت یا تو اون شهری بودی که لیزر در دسترس نبود، باید دارو بهتون بده. دارو هم اگر با یک دارو کنترل نشود داروی دوم، با دو دارو کنترل نشود داروی سوم، اگر با 3 دارو کنترل نشود دیگه باید برن عملش بکنن. با عمل جراحی اگر در دست جراح ورزیده و حاذق انجام بشود مطمئنا فشار چشم برای همیشه کنترل میشود و گلاکوما برای همیشه از بین میرود. پس بنابراین این مراحل رو باید اجرا کنند براتون تا بلکه جلوی پیشرفت بیماری رو در چشم شما بگیرن. نگذارید یه موقع برید که بگن دیدتون از بین رفته دیگه کار نمیتوانیم بکنیم. بله بله بله.
با سپاس از تلفنتون. اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنیم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از اینکه وقت برای ما میذارید. دستتون درد نکنه. ایشالله خودتون هیچ وقت نیازمند دکتر نباشید. متشکرم. آقای دکتر، من گلوکوما دارم. یه بارم لیزر کردم 2 سال پیش. متاسفانه چشم من جواب درست نداد. بعد یک سال دوباره فشار چشم بالا رفت. دوباره همون قطعه تیمولول صبح و عصر میریزم، لاستاپرس او هم شب میریزم. ولی دیابتم دیگه 25 سال دارم، با دارو دارم کنترل میکنم. حالا شما امروز فرمودید اینا که گلوکوما دارن با او قطره، با او داروی اوزمبیک، او همین آمپولیه که تو شکم میزنن؟ بله بله. من که دیابت دارم الان، من شکمم هم خیلی بزرگ شده، میتونم از او دارو استفاده کنم همین برای گلوکومام پیشرفت نکنه، همین برای کوچک شدن شکم؟ به خاطر زیبایی نیست، بزرگیش خیلی زیاد شده. اتفاقا همونطور که ملاحظه فرمودید و من عرض کردم، در این تحقیقی که دانشمندای دانمارکی انجام دادن، گفتن کسانی که دیابت دارن و دارن اوزمپیک یا منجارو، کنار بهشون میگیم GLP-1، اینا رو مصرف میکنن، اینها میتواند جلوی بروز گلاکوما رو بگیره و در کسانی که گلاکوما دارن میتواند کنترل تا حدی بکنن. بنابراین شما چون دیابت هم دارید، یه مقدارم میگید که چاق هست شکمتون، اوزمپیک بسیار خوبه براتون. به دکتر دیابتتون بگید حتما اوزمپیک رو براتون بنویسه، استفاده بکنید تا بتوانید با یک تیر دو نشان بزنید، شاید سه نشان، هم دیابتتون رو کنترل میکنه، هم وزنتون رو پایین میآورد و هم فشار چشم رو کنترل میکنه تا حدی. البته داروهای ضد فشار چشم رو باید بریزید، ولی اینم عد بکنید که خیلی بیشتر کنترل بکنه. بنابراین هر سه تا بیماری رو اثر داره و براتون توصیه میکنم استفاده بکنید. آقای دکتر، من دکتر چشم که رفتم به هم سمپل او قطعه لاستاپرس که شب میریزن، او سمپل به من داد، وقتی او ریختم واقعا چشمم آروم بود. صبح او فشاری که چشمم فشار داشت به سختی باز میشد نبود، خیلی راحت. ولی بیمه چرا قبول نمی کنه؟ من دارو 2500 دلاری هم به هم میده، ولی او رو نمیدونم چرا قبول نمی کنه. یعنی لتنوپرست رو قبول نمی کنه بیمه تون؟ نه، چرا؟ او قطعه هست که بدون مواد نگاه دارنده هستا. آها آها آها، بله. آه. او رو دکتر سمپل به هم داد، استفاده کردم، واقعا عالی بود، چشمم خیلی آروم بود. اسمش هست آیوزه. آیوزه خیلی قطعه خوبیه. نمیدونم چرا بیمتون کاور نمیکنه، ولی شاید بایستی که اتوریزیشن بگیرم. دارم. همین مدیکل دارم، همین مدیکر دارم، ولی نمیدونم چرا قطعه برم. بله، اون قطره بسیار قطره خوبی هستش، اگر بیمه بده خیلی خوبه، ولی خب اگر بیمتون کاور نمیکنه دیگه چاره نیست، قطره گرونیه، نمیشود خرید. ولی شاید مثلا اگر اتوریزیشن بفرستم از طرف داروخانه‌تون یا از طرف دکترتون، شاید حداقل برای یک سال بهتون بده. بعد آقای دکتر، من برای حدود یک ماه به هم سمپل دادن، الان از اون میریزم، بعد که تمام شد دوباره او همون قطره معمولی بریزم، اشکال که ایجاد نمیکنه؟ نه نه، مجبورید برگردید به همون لتنوپرس معمولی. آقای دکتر، این قطره ای که میریزیم تو چشم، باید چقدر چشممون همتو باز باشه که این قطره جذب بشه بعد زیادیش پاک کنیم؟ زیاد لازم نیست، برای اینکه چشم انسان مثل اسفنج میمونه، اسفنجه. به معنی اینکه قطره به چشم شما برسه جذب میشه. علاوه این قطرهایی که از سر قطره چکون میاد بیرون، یک سوم حجم این قطره کافیه در داخل چشم، یعنی دو سوم این قطره زیاده. یعنی باید طرحی بریزن کارخونجات که اون سوراخ این شیشه ها رو کوچیک‌تر بکنن. این قطرهایی که الان میاد بیرون که 20 قطرش یک سیسی هست، اینا به نظر من خیلی زیاده برای چشم. بعد یک سوم این قطره بره در داخل چشم کافی است.
بنابراین وقتی قطره رو میریزید به محض اینکه میریزید و با سطح قرنی چشمتون تماس پیدا کنید تا ریختید یکی دو بار پلک بزنید که خوب به سطح قرنیتون به اصطلاح تماس پیدا کنه. بعضی قطره میزنن چشمو باز نگه میدارن، این غلطه. تا قطره ریختید پلک بزنید تا پخش بشه روی چشمتون و جذب بشه، چون گفت عرض کردم که کره چشم ما مثل اسفنج، به محض اینکه قطره برسه جذب میشه، یعنی در عشری از ثانیه جذب میشه. بنابراین نیازی نیست که نگه دارید و نیازی هم نیست دو قطره بریزید، چون یه قطرهش هم زیاده. یکی از این قطره‌ها که تقریبا 0.05 ml هستش، این خودش زیاده، چون حجمی که در داخل چشم ما هست 0.02 هستش، نصف اون قطره هم برای زیاده. بنابراین اگر این نکات رو رعایت بکنید خیلی پیش نخواهید. آقای دکتر، من همون عینکی که شما زحمت کشیدید بعد عمل عمل کاتاراکت به هم دادید، عینک آفتابی، الان 3 سال دارم از اون عینک استفاده میکنم. موقع پیاده روی، آیا موقع پیاده روی جایی که سایه هست آفتاب نیست میتونم عینک وردارم؟ نه، پیاده روی کنم. حتی روزهای ابری هم یووی در سطح کره زمین زیاد. این عینکا رو برای چی میزنید؟ برای نور که نمیزنید، برای یووی میزنید. یووی یا آلتراوایلت یک اشعه‌ای است در کنار اشعه نور سفید که اونه که لطمه میزنه به چشم، که متاسفانه حتی در روزهای ابری هم اینها هست در زیر سایه که 100%، برای که اون طرفتر آفتاب هست منعکس میشه میخوره به چشمتون. بنابراین در همه احوال بایستی عینک ضد یووی به چشمتون باشه. حتی صبح زود که آفتاب خیلی کم هست، وقتی آفتاب نباشه در عصر، چون میدونی یووی در عصر کمه، عوضش انفرارد زیاده، انفرارد زیاد برای چشم ضرر نداره، در غروب زیاد مهم نیست، ولی صبح حتما بایستی بزنی چون صبح خیلی یووی زیاده. خیلی ممنون آقای دکتر، لطف بفرمایید تکرار برنامه رو بگید که ما یه وقت فردا شب ساعت 10 شب از صحبت خوب شما. فردا شب ساعت 10 شب یا 9:30 تا 10 شب برنامه رو بگیرید از همین پارس تی وی، میتوانید که توجه بفرمایید. خب اجازه بفرمایید با دوست عزیز دیگر صحبت کنم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. آقا دوست با منین. الو. الو. الو آقا دکتر. بله جانم، بفرمایید. احوال شما آقای دکتر؟ ببخشید سوالی داشتم. من سال یه دفعه همین چکاپ چشمم میرم، 3 ماه پیش رفتم چکاپ کردن، گفتش که قطره تکه. نه آقای دکتر، من با شما صحبت میکنم، سر تلویزیون کپ کردم. صدای تلویزیون رو ببندید و با تلفن صحبت بکنید که باطی باشه. شما با من خیلی گفتن یه تکه خون پشت چشم چپ همه، یکی میخوام بنام دلیل چیه به من نگفتن. بعد من فرستادن عکس برداری کردن و هنوزم جواب نگرفتم. نمیدونم، گفتن یک کم و دیگه برگرد. اگه لطف بفرمایید بگیم که جریان لخته خون چیه. و گفتن لخته خون در پشت چشمتونه؟ بله بله، گفتم پشت چشم دیگه لخته خون میبینیم. شما بیماری قند دارید؟ نه بیماری قندم ندارم، کلسترول خیلی کم دارم، سالیان سال قرص میخورم. خب این لخته خون چقدر روی دید شما اثر گذاشته؟ هیچی، من همون جور میبینم با همون انرژی که. دیدتون تغییر نکرده؟ نه هیچی هم تغییر نکرده. لخته خون در کناره های چشمتون در پریفری بوده، هیچ نگران نباشید. یه لخته کوچیک خون در پریفری هیچ دلیل هیچ چیزی نیست. اگر قند داشتید ممکن بود به خاطر قند باشه. اگر فشار خون دارید فشارتون رو کنترل کنید. اگر کلسترول دارید کلسترولتون رو کنترل کنید. ولی کنترل شده از سالیان سال کم بهم میدن ولی کنترل شده از کلسترول. ولی حالا طوری نیست، گفتم پشت چشمته، حالا روی چشمم نیست، اون پشت رو نمیدونم چجوری دیدم.
دید شما رو نندازه و مانع دید شما نشود، یعنی این که در پریفریه، در کناره چشم. اگر در پریفری هستش نگران نباشید، چند ماه بعد چک کنید احتمالاً جذب میشود. فقط سعی کنید، عرض کردم، اگر فشار خون و کلسترول دارید کنترلش کنید و مطمئناً اینا گاهی اوقات ما میبینیم به طور تصادفی مریض رو داریم معاینه میکنیم، دایلیت میکنیم، میبینیم در کناره چشم یه لخته خون هست. این چیز رو میبینید. حالا من فرستادن چند تا عکس هم از چشمام گرفتن. حالا این عکس برای کی بوده فکر میکنیم؟ خب معمولا عکس میگیرن که ببینن مکولات سالم هست، زیر مکولات خونریزی نیست، لیکی وجود نداره. خب اون عکس ها که خیلی معنی داره، اونا باید انجام بدن وقتی یه لخته خون میبینن. ولی اگر این روی دید شما اثر نگذاشته و دید شما هیچ فرقی نکرده، زیاد نگرانش نباشید. ولی اگر نتیجهش بعد دیگه درسته، هیچی بهم نگفتن بعد از عکس گرفتن. خب پس چیزی نبوده، نگرانش نباشه. آن گفتن یک کم ما دیگه باز بیا نگاه کنیم. ولی گفتم آخه از چی میشه؟ گفتن امکان داره چیز سنگین بلند و کوتاه کردی پشت چشمت مثلا. چیزی گفتم ما تمام عمر خانم های ایرانی چیز سنگین هم بلند میکنیم، چیز جدیدی نیستی کرده باشم. البته گاهی اوقات، گاهی اوقات، دارم همیشه نمیگم گاهی اوقات، اگر فرض کنید یه ذره خون در یک قسمتی از کنارهای چشم ببینیم، احتمال یک سکته کوچک منطقه‌ای هست که یک مویرگ کوچک اونجا گرفته شده، شکسته شده، یه خونریزی کوچیک کرده. اگر در کنار باشه، حتی این هم باشه، اون مسئله نیست، خودش جذب میشه از بمیره. اما این یک رد فلگ هست، یک پرچم قرمزه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یه سکته کوچولی اتفاق افتاده، ممکنه سکته بزرگ اتفاق بیفته. به همین دلیل است که من عرض میکنم اگر فشار خون دارید، اگر کلسترول دارید، اگر دیابت دارید، اگر بیماری تیروئید دارید، اگر بیماری آتوایمیون دارید، اینا رو باید خوب کنترل کنید، چون اینا همه ریسک فاکتور سکته. فرمودین سکته، من این سکته کلی بدن که سکته چشمی فقط، من اینو نمیدونم مربوط به اینکه سکته فقط در چشم اتفاق میفته یا تمام بدن اتفاق میفته؟ نه، سکته در چشم هم اتفاق میفته، در مغز هم اتفاق میفته، در روده هم اتفاق میفته، در معده هم اتفاق میفته، سکته هر جا اتفاق میفته. بنابراین چیز مهمی نیست، نگرانش نباشید. بعد حالا ببخشید باز اینجا یه چیزی که صحبت کنم، در حدود 15-20 سال پیش یه چیز محکم از سقف افتاد رو سر من که تمام این طرف صورت من که همون سمت چپ باشه کبود شد و ورم کرد و اینا. ولی امکان داره از اون زمان یه دخت خون پشت چشم من مونده باشه؟ ابدا و اصلا، ابدا و اصلا، حتی یک در یک میلیون هم فکر اون رو نباشید که اگر 20 سال پیش ضربه خورده الان اثری داشته باشه. ممکنه 20 سال پیش اگه ضربه این سر شما خورده الان دچار کدرک شده باشید، به خاطر اینکه ضربه میتواند آب مروارید یا کدرک ایجاد بکنه. حتی اگر ضربه خیلی محکم باشه میتواند گلاکوما یا آب سیاه هم ایجاد بکنه، اما خونریزی در ته چشم ایجاد نمیکنه. اوکی، پس ضربه باعث گلاکوما و چیز هم میشه آب مروارید؟ ضربه میتواند هم کدرک ایجاد بکنه، هم گلاکوما ایجاد بکنه، اما خونریزی ایجاد نمیکنه. تازه با وجودی که همون طرف چپ من صورتم کبود شد، پیشونی کبود شد بر سر اون ضربه، اینا نمیتونه باشه. حالا به هر حال اون زمان هم شده که الان تازه دیدم کارش هم نمیتونم بکنم. ولی خب حالا به قول شما چیز مهمی هم دکترتون چند ماه دیگه شما رو ببینید. بله بله، مرسی دکتر، ممنون از لطفتون. با سپاس از تلفنتون هست. خب زیاد صحبت کردیم. من یک سروده میهنی کوچکی هست که در اینجا تقدیم کنم به شنوندگان، به بینندگان عزیز، از همون مجموعه بهاران با بهاران کتاب خودم هست که میگوید منم آرش، منم سرباز گمنام، منم سرباز گمنام
هزاران جنگ بی مقصود انسان، منم فریاد زخم کاری فقفور و خاقان، منم فریاد انسان، منم فریاد انسان، منم فریاد مظلومان در بند، هزاران چشم گریان پژومند، به سوگ لاله های سرخ دلبند، به مرگ نوجوانان برومند، به خون پاکشان صد بار سوگند، به خون پاکشان صد بار سوگند، که جز ایران نگویم، به جز این ره نپویم، تمامی بحر ایرانم وجودم، آی منم ایران، منم ایران، منم اسطوره جاوید تاریخ، ز دیوار خطا تا خطه چین، ز کهسار سبا تا جوی آموی، ز آن سوی حلب تا قلب داموی، تنم مهجور شلاق است و دل ریش، به دشت سینم زخم از عدد بیش، هزاران زخم بدخواهان پرکین، نظر تنگان کمبین، سراسر قلبشون آلود چرکین، آه خدا را، منم فریاد زخم کهنه تاریخ مردود، منم غرقاب خون در دست نمرود، منم اون جنگل سوزان بیدود، منم مام تویرود، منم مام تویرود، منم فریاد مهر و داد و ایمان، منم ایران، منم ایران، منم فریاد آزادی، منم فریاد فردای پر از شادی، منم اون اخگر سوزان امید، به دست سینه مجروح نومید، پر امید، پر امید. خب امیدوارم که این سروده میهنی رو هم پسنده باشید. اما برای ختم کلام یک نکته خیلی مهمی رو خدمتتون عرض کنم و آن این هستش که عرض کردم ما امروز برنامه پرسش پاسخ رادیو نداریم، هفته آینده داریم، بنابراین اگر سوالی دارید در همین چند دقیقه وقت باقی مونده سوالتون رو مطرح کنید تا من جواب بگویم. کسانی که جنجیوایتیس دارن، کسانی که مشکل لثه دارن، کسانی که مشکل دندان دارن و در حقیقت یک نوع پریودنتیس دارن، این عامل مهم آماس مزمن در بدنشون و این آماس مزمن مولد یک مارکرهای آماسی در بدنه که خودش منشأ بسیاری از بیماری آماسی و اینفلامیتوری در بدن ماست. محققین به این نکته پی بردن که بسیاری از کسانی که بایومارکرهای آماسی التهابی در بدنشون زیاده دچار بیماری‌های دیجنراتیو میشن، دچار پیری زودرس میشن، دچار مکولار دیجنریشن، یعنی این نکته خیلی مهمه، میشوند. و الان ثابت شده است که بسیاری از افرادی که مکولار دیجنریشن دارن کسانی هستن که در گذشته اشکالات دندانی دهانی و جنجیوایتیس داشتن. این مقاله در مجله افتالمولوژی ساینس منتشر شده، مقاله‌ای که دارم عرض می‌کنم، و میگوید که ما تازه متوجه شدیم که رابطه بسیار بسیار نزدیکی است بین دهداشت دهان ما و مکولار دیجنریشن، یعنی در حقیقت رابطه بسیار نزدیک، بسیار از بیماری ها، بسیار از بیماری قلبی این روزها ثابت شده است که رابطه ای دارد بین بهداشت دهان و بیماری قلب، بهداشت دهان و مکولار دیجنریشن، بهداشت دهان و گلاکوما، بهداشت دهان و بسیار از بیماری دیجنراتیو استخوانی، آرتروز ها و بیماری اوتوایمیون. پس ببینید که این دهان ما چقدر اهمیت داره، این دهان اهمیت داره از این نظر که چه کلامی ازش بیرون می آید و این دهان اهمیت داره که چه غذایی واردش می شود و وارد بدن ما می شود و این دهان اهمیت داره که خودش چه جوری نگهداری می شود. بنابراین رعایت بهداشت دهان می تواند حتی در کسانی که ژن مکولار دیجنریشن دارن از مکولار دیجنریشن جلوگیری کنه، چون میدانیم که مکولار دیجنریشن یا فرسودگی شبکه یا مکولار دیجنریشن
این یک بیماری ارثی است، زمینه‌ای است، ژنتیکه، جین داره. یعنی اگر شما مکرو دیجنریشن دارید، بچه‌تون هم ژنش داره، در سنینی که شما دچار مکرو دیجنریشن شدید، مثلا در 65 سالگی اونم دچار می‌شه. ولی گفته شده اگر این افراد یه چیزایی رو رعایت بکنند ممکنه که مکرودیژنریشن نگیره. حالا این نکات چیه؟ یکیش اینه که ما بهداشت دهانمون رعایت کنیم. حالا بهداشت دهان چگونه رعایت می‌شود؟ برای این اومدن یه تحقیقی کردن، اومدن یه بیسلاین OCT گرفتن، یعنی اومدن ضخامت مکولا رو در چشم اندازه گرفتن، بعد اومدن نگاه کردن ببینن در آدم‌های مختلف این ضخامت چه، چون این ضخامت ربط داره. یعنی اگر 0. اونایی که 0. کمتر از 0.5 هست ضخامت مکولاشون، احتمالاً در آینده دچار مکولار دیجنریشن میشن. حالا کیا؟ اولین گروه سیگاریان، اولین گروهی که متوجه شدن این مشکل رو دارن، ضخامت مکولاشون کمتر از 0.5 هست، آدمایی هستن که سیگار میکشن. پس برای این آدم ها در آینده مکرو دیجنریشن میگیرن. جالب اینه که اومدن دیدن همه این آدم هایی که سیگار میکشن اشکال دهانی و دندانی مثل لثه دارن، یعنی جینجیوایتیس دارن، یعنی اینکه پریودنتیس دارن، پریودنتیتیس دارن، نه پریودنتیس، پریودنتیتیس دارن، جینجیوایتیس دارن، همه این اونایی که سیگار بلا استثنا. یعنی شما یک سیگاری رو، یک نفر سیگار رو نمیتوانید پیدا کنید که مشکل لثه نداشته باشه. و همین ها هستن که مثلا بایومارکرها در بعدشون بالا میره. حالا اومدن بایومارکرها رو در این اندازه، یکی سیگاری هست عرض کردن، یکی کسایی هست که خب به هر حال مسواک نمیزنن، نخ نمیندازن، رعایت بهداشت رو نمیکنن، گوشت زیاد میخورن، سبزیجات کم میخورن، آب کم مینوشن، این هم گروه دیگری که به اصطلاح دچار این مشکل جنجیوایتیس میشن. کسان دیگری هستن که ممکنه فرض بعضی از داروها مصرف میکنن، مثلا داروهای ضد سیجر، ضد رعشه و قش، ممکنه اونا هم جنجیوایتیس پیدا بکنن. خب اونا تفلک ها حق دارن برای اینکه دارو مجبور مصرف کنن، ولی شمایی که مجبور نیستی سیگار بکشی، برای چی سیگار میکشی؟ شما که مجبور نیستی اینقدر گوش بخوری، چرا گوش میخوری؟ شما چرا مسواک نمیزنی؟ شما چرا نخ نمیاندازی؟ چرا دو بار حداقل در روز مسواک نمیزنی؟ و البته خب حالا اگر یه بیماری زمینه ای هم داشته باشه دیگه بدتر. کسی که دیابت داره خب که همه اینا توش بدتر. کسی که دیابت داره جنجیوایتیس میگیره، حالا سیگار هم بکشه دیگه بدتر، بدتر اندر بدتر، مسواک نزنه دیگه خیلی بد. پس اینا نکاتیست که بایستی رعایت بکنی. خلاصه در این افراد اومدن بایومارکرهای خونشون هم اندازه گرفتن، دند بالاست. کورتیزول مهمترین بایومارکر خونه برای آماست. دیدن در سیگاری ها، در کسانی که جنجیوایتیس دارن، در کسانی که پریودنتیست دارن، این بایومارکر بالا هستش. خیلی راحت، خیلی یعنی با علم، با دلیل ثابت می شود که باعثی دهانمون رو بهداشت رو راید. برنامه ما در اینجا به پایان رسید متاسفانه. با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودن، با پوزش از دوستانی که پشت خط ها ماندن، هفته آینده با هم صحبت خواهیم کرد. برای همه شما آرزوی تندرستی میکنم، برای جمهوری اسلامی که خیلی دیر نیست سرنگونی، و زبالدان تاریخ، حتی زبالدان تاریخ هم به نظر من حیفه که جمهوری اسلامی رو در اون بندازی. و با سپاس از کارگردان فنی امیر عزیز که با مثل همیشه داهیانه و بسیار زیبا اندیشمندان ما رو کارگردانی کردن. امیر جان بدرود، تا درودی دیگر.